آندرس برویک که به کشتار نروژ اعتراف کرده است میگوید برای ادامه همکاری با بازجوها باید مقام های دولتی به خواسته هایش عمل کنند. خواسته هایی که چندان عملی به نظر نمی رسند. از جمله استعفای دولت و کنارگیری پادشاه نروژ. آقای برویک همچنین خواست است که فرمانده ارتش برکنار و او به عنوان فرمانده ارتش معرفی شود. این درخواست ها البته بلافاصله رد شد. یکی از مقام های پلیس نروژ میگوید ما چند مصاحبه با او خواهیم داشت و نتیجه نهایی در چند هفته آینده اعلام خواهد شد. ما فعلا فقط اجازه دادیم که او صحبت کند و هنوز سوال های زیادی از متهم نپرسیده ایم. به طور کلی میتوان گفت متهم اهداف دیگری را هم برای حملات خود در نظر گرفته بود که فقط در اجرای دو حمله موفق بود. حدود 20,000 قلب سرخ رنگ در جشنواره تابستانی موسیقی اسلو به احترام 77 قربانی تیراندازی و بمبگذاری نروژ به طرف آسمان گرفته شد و یکی از نجات یافتگان کشتار جزیره درباره روز حادثه برای حاضران صحبت کرد.